رامین اسلمی هستم با یکی دیگر از گزارش های بامداد خوش در خدمت شما عزیزان هستم. فعلا در سرایی که قرار دارم، این طرف جوی شیر است، این طرف سینمای پامیر و این طرف هم دیوغانان و این جاده هم جاده آسمایی است. یادرس از استاد اکبر گرفته بودم، خودم نمیفهمیدم، اما امروز میخوایم که از بولانی و سمبوسه‌ای که البته بولانی نیست، سمبوسه و منتو، دو غذای هوسانه ای که تمام افغان ها دوستش دارن، میخوایم ببینم که چگونه آماده میشه. چرا که همی سمبوسه و منتو فروشی نامدار از در این منطقه، میخوایم داخل برم همراه مسئولینش صحبت بکنم، ببینم چه چیزهایی را مندازن که قدر خاص شده. با ما همراه باشین. خب عزیزان، همون قسم که من به شما گفتم، ما به داخل همی رستوران آمدم، میخوایم ببینم که چگونه آماده میسازن که اقدر مشهور شده سمبوسه و منتوی این رستوران. سلام، صبحتان بخیر. سلام علیکم، صبح شما بخیر. خیر باشین. خود کوتا معرفی بکنین که بیننده ما شما رو بشناسن. اسمم علی هست، مسئول منتو و سمبوسه بابا قشقری جاده آسمایی. چند سال میشه شما اینجا مصروف آماده ساختن سمبوسه و منتو هستین؟ دیگه از این دکان خیلی زیاد میشه، 41 سال میشه. بابیم بود، پدرم هست، حالا فعلا ما هستیم. خب از خودت چند سال شده؟ از خودم شاید 20 22 سال شده. میگه بسیار کم شده، از من مقصد 20-22 سال. خب دیگه عمر از تیر میشه دیگه. بله. چطور از کاروبارتان در این شب و روز؟ خوب است، مردم مشتری ها میایند به خاطر خوردن سمبوسه و منتو؟ یعنی چون یک غذای هوسانه است، کسی که به حساب خورده باشه حتمی که از این ساعت تیر شوند یک بار پیش ما میایند. دیگه مشتری های خود داریم، شکر است. از کدام مواد استفاده میکنین؟ ما در لابلای گزارش حتما میریم به طرف مواد اولیه و چگونگی آماده سازی و اینایش. میخوایم ببینم که تفاوتی هست در مواد اولیهش یا همون موادی هست که در سمبوسه و منتویی که در بیرون در بازار در سطح شهر ما میبینیم همون مواد است؟ مواد منتو سمبوسه یکی است دیگه، طرز پخته کردنشون فرق میکنه. گوشت است، پیاز است، این مسئله خشکی خود ما نندازیم رو نمیگم. دیگه کیفیت دست هم است. کیفیت دست در هر جای، مثلا هر کس هر چیز پخته میکنه، اما لذیذ و مزه و امیایش مهمتر از همه چیز است. پس ما میخواییم از این سمبوسه شروع بکنیم، ببینیم که سمبوسه چگونه آماده میشه و ما طرز پختش و مواد اولیه و همه چیزش رو میخواییم به ما معرفی بکنی. شما چند تصویر کوتاه از جریان آماده سازی مواد اولیه سمبوسه تندوری را ببینین. ما استاد علی هستیم تا آخر گذارش. درست است، تشکر. خب کم کم هم سمبوسه آماده میشه. بیشتر تفتش زیاد بود. گل که کردین تفتش شیش. منتو سکک سمبوسه فعلا در تندور سک، منتو هم آماده شد بخیر، پخته شده. این حال من سمبوسه را میکشم، در حدش منتو را از دیگ میکشم. بسیار خوب، میکشم که در تندور سک گلو در گب نسوزد بیشم. باش که غلط فهمی نشه، سمبوسه ما تیار بود، آماده بود، اما استاد علی گفت بخاطر که تا که منتو آماده میشه و یخ نشه، گفت برتان دیگه آماده میسازم. پس هم سمبوسه تندوری و هم منتوی تندوری آماده هست. ما میخوایم بچشم ببینم که مزه و لذت چگونه است. به شما حتما تعریف خواد کردم، اما نمیخوایم که از نوشیدنی دیگه استفاده بکنم، میخوایم یک چای تندوری هم بگیرم از پیش. بریم تو یک چای سیاه تندوری هم بدم فیکس زمستان. بیشک. اینا ما براتون چربش میکنیم یک کمکی که یوم یک مهارت است مثلا. در پای خود وام داره، وام کار عادی نیست. این مثلا هم کس از خود یک خوبی های خود داره. اینا که شما نوش جان کردیم با تعریف شما از بیرین آقا. بله، از این بویش فهمیده میشم. همیال بویش فوق العاده است. مطمئن هستم که مزهش هم مثل بویش مزه دار است. بله. وقتی کشیدن منتو است بخیر. خیلی منتو می کشیم، می بینیم که منتو. منتو هم خوب آماده شده، پخته. آماده شده که خوب صحیح دیگه که. می بینین؟ بله. ایران چرب باید بکنی. ایران باید چرب کنی. خب گفتم من اینجا خر یک شورم که می خوریم یک هنر است. کم کم هنرهای استاد علی رو ما می بینیم در کارش. بله بله. خوراکش باز چند دانه منتو مندازین در خوراک؟ در خوراک منتوی ما ده دانه هستک. باز مشتری ها هستک نام خدا خوب اشتیا دارن. دو خوراک سه خوراک میگیرن؟ باور کنین تا پنج خوراک و چهار خوراک همه تو
بدون چکاو قورمه، چون این منتو کیفیتش به خشک بودنش یک ذره مساله به سرش پرد تو دیگه چکاو قورمه رو نپرد. بفهمین که من منتو خوردم یا چکاو قورمه. پس بکشین شما. ما همیال خوب گشام شدیم نمی گل صبح، اشتهای ما باز کردم یه بویش. سیتر ما اینه براتون چکم میزنم. من میگم اما تو رنگ و روخش کشی دوست داری. خدا که نمیره مجور میکنم این واسه خودم آمده. خیر از ما و خودت پس یک جای میخوره میره. نه اینه ما به خودتان نوشجان کنیم و به خودتان جور کنیم، چون ما خود میخوریم. خب بعض موارد انسان اگر حواس میکنه اشتیاش میکنه پیش خود ما خود دائم هست، ما خودمون استفاده میکنیم، اما وقتی که تیار میکنیم دیگه ای باز مزهش چند میشه. بسیار عالی است. شما رنگ رو خوشا ببینین چقدر مزه‌دار است. از اینجا من میخوام بچشم و مزهش به شما تعریف کنم که چقدر لذیذ و مزه‌دار است. با ما همراه باشین تا آخر گزارش. خب عزیزان، منتوی تندوری، سمبوسه تندوری و چای تندوری آماده است. ما باید بچشم ببینم که مزه و لذتش چگونه است که به شما هم تعریف بکنم. پس من یک چند لقمه میگیرم. بسیار نرم. کسی که بدندان هم باشه میتونه خورده. خب منتو خود طبعا در بخار پخته میشه دیگه، نرم بودنش خوب است. آلم نوبت سمبوسه تندوری است. یه یک لذت خاص خود داره به خاطر که بسیار متفاوت تر از سمبوسه های عادی است. خب ما برتونم دفعه اول هم گفتم که در تندور پخته میشه این مواد زی در داخل خود سمبوسه جوش میخوره. نقم این چاینکی که جوش میخوره، این مواد زی در داخل می سمبوسه جوش میخوره، بازم مزه و هم کل چیز خود هم خمیر میگیره هم موادش آماده میشه. بسیار تشکر از مهمان نوازیتان و تا روزهای بعد همتون رو بالای پاک میسپارم. تا اخیر برنامه بامداد خوش با همکارایم همراه باشید.